ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون امشب یکی از شبهای بیادماندنی و شبهای تاریخی در شهرستان سراوان هست که مردم عزیز سراوان در این شب یک جا جمع می شوند و اکثر ختمهایشون به پایان میرسه و امشب یکی شب بسیار زیبایی است که همه سروران، برادران، خواهران، علمای اجزا و گرامی و طیفهای مختلف جمع میشوند تا هم تجلیل بکنند از ماه رمضان هم ماه رمضان وداع می کنند و تجلیل از قرآن عظیم الشان که در نماز تلاوت میشه و شب نیایش شب دعا و تضرع دست جمیع هست و بسیار شب ببرکت و شب زیبایی است. امشب شب 28 برابر با حساب من و شما ولی بسیاری از بلاد اسلامی امشب را 29 دارد و به هر حال این شبها شبهای پایانی ماه مبارک رمضان و عشره اخیر که در این شبها حضرت اجتهاد می کردند و می کوشیدند در عبادت و تمام شب زنده نگه می داشتن و بیدار بودن و فرزندانشون را و خانواده را بیدار می کردن امشب این شبها شبای عشره اخیر و حضرت خودشان در مسجد معتکف بودن و یک سو می شدن با الله تعالی و این شبها را زنده نگه می داشتن و لحاظه من و شما هم امشب اینجا جمع شدیم که یک قسمتی را از شب حداقل زنده نگه بداریم و از نیازهای دینی و دنیوی بمون اینجا صحبت به عمل می آید. در جلسه امشب ما در حال
همه طیفه حضور دارن و مخصوصا علمای بسیار عزیز ایجه و گرامی، علمای دلسوز سراوان، علمای بسیار خوب و فعال سراوان که تلاش میکنن برای احیای دین و خدمت میکنن مردم را حضور دارن و خصوصا عالم بسیار فرهیخته و بسیار گرامی یادگار حضرت مولانا ساداتی رحمه الله امام جمعه محترم شهر حضرت مولانا عبدالصمد ساداتی حفظه الله تعالی ورعاه و همچنان یادگار حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا حسین پور مولانا عبدالکریم حفظه الله تعالی که مدیر حوزه علمیه گشت و یکی از علمای بسیار صالح و دلسوز و فعال و جناب سید عبدالحکیم استاد تفسیر که امروز در گشت مراسم مختصری بود و پایان درس تفسیر بود و زحمت میکشه و مجاهده میکنه برای درس قرآن یادگار حضرت مولانا حضرت عبدالواحد گشتی رحمه الله حضرت صاحب فرزند ایشان هستند و یادگار ایشان و سایر علما شایستند که ما همه را تک تک نام ببریم و به خاطر ذیک وقت من از خواهی می کنم همه علما را الله تعالی حفظ کنه به فنای خودش نگاه داره و در این محفل و مجلس دانشگاهیان هستند فرهنگیان هم مادران و خواهران هستند جوانان هم و همه طیف ها معتمدین و متنفذین هم و همه در جلسه امشب حضور دارم در این امید هست که ما درخواست من همینه و دعای من همینه که امشب الله تعالی همه مهر زیر رحمتش بگیره و از پروردگار درخواست داریم که رحمت ویژه نازل بکنه و امشب برای ما این جلسه را یک جلسه استثنائی قرار بده که نظر لطف الله تعالی به این جلسه باشه و الله تعالی فضلش را شامل حال بگردانه جا داره که بنده دعای خیر کنم و هم تبریک از کنه موفقیت که محوزه علمیه زندگیان به هر حال با سرفرستی و مدیریت و تلاش جناب مولانا و مدرسان مخلص و همکاری و همیاری شما توانست امشب 70 نفر از دانش آموختگان خودش را امامه بر سر بگذارد و یک مسئولیت سنگین و رسالت سنگین بر دوش این عزیزان گرچه از خوشحال بودند و طبعا انسان خوشحال میشه که امامه بر سرش گذاشته میشه ولی امامه آسان نیست این یک مسئولیت و یک وظیفه سنگینه که بالاخره به جای خنده اگر عزیزان ما گریه بکنند و ارزش داره که الله ما رو توفیق بده که ما این مسئولیت انجام بدیم مسئولیت خدمت خلق و مسئولیت خدمت دین خدمت قرآن عظیم و شان و پیشوایی مردم زحمت کشیدن در راستای دین مسئولیت سنگینی البته نتیجه سعادت و سربلندی هست لحظه این وادان مبارک که همین تو حوزه علمی گوش که فارغ و تحصیلانش موندن انشاءالله و اگر به این صورت بره انشاءالله زیقاده بالاخره جلسه حوزه علمی گوش باشه زاهدان هم مونده و خیلی از مدارس به خاطر کرونا موندن و لحظه انشاءالله این آینده این جلسه تا مجدد برگزار بشه
و امشب خیلی خوشحال شدیم ما که دوتا حافظ جوان اینجا خواندن، خیلی با لهجه خوب قرآن زیبا خواندن، فرزندان جناب مولانا عبدالمجید ملا زهی استاد حدیث که از یکی از علمای بسیار فرهیخته و صالحان، و همین کافی هست برای بزرگیشان که فرزندانشون همه عالمان و همه حافظان. اینه برادران مولانا عبدالمجید ملا زهی مرحوم که واقعا یکی از علمای فرهیخته و علمای فرتلاش و زحمت کش بود. الله تعالی ایشان را به بهترین رحمتهای خود عنایت کنه و وفات ایشان ضایعات بزرگی برای جامعه ایجاد کرد و الله این ضایعات را جبران بکنه. و درود ختم فرمایید. سخنان زیبا به جناب مولانا عبدالحکیم استاد تفسیر سید زاده حفظه الله و جناب استاد حدیث جناب مولانا ساداتی حفظه الله امام جمعه محترم، و کافی بود برای این مجلس. اگر توفیق عمل برسه ما را همین صحبت ها و صحبت های دیگری که ماشاءالله موجری هم دست توانای داره و نصایح خودش را در زمن اجرا می کنه، قرآن تلاوت شد، سروده هم خوانده شد و همه مناسب بود این جلسه. و بنده هم یک عرایض مختصری را خدمت شما عرض می کنم و امیدوارم که همه این صحبت ها مورد قبول درگاه الله تعالی بشه و همه در جهت رضایت پروردگار و نفع و بهرمندی مردم عزیز همه ما همه اهل مجلس انجام گرفته باشه انشاءالله. آیاتی را که حضور تو تلاوت کردم میخوام سه تا واقعه که در صدر اسلام رخ داده خدمت شما عبوری از این صحبت ها بکنم تا به مقصد اصلی بیام برسم. و از اینجا شروع می کنم خدمت شما که دنیا همه در تاریکی فرو رفته بود و هیچ روزانه جای وجود نداشت برای کسی که طالب خدا باشه و به سوی خدا برود و به آن روزانه خود را برسانه و فناه ببره و بتوانه به الله تعالی برسه. دنیا را جهالت فرا گرفته بود و جهالت مطلق دنیا را باطل فرا گرفته بود، خبری از حق نبود. اگر جای حقی بود مورد شناسایی هم قرار نمی گرفت، اینقدر حق محدود بود. کتابای آسمانی تورات و انجیل تحریف شده بودند، کتاب ها را یهودی ها کتاب های آسمانی را تحریف کردن و دین حق از دست مردم رفته بود و یهودی ها به سحر و جادو و باطل گرفتار بودند. کسی که حق را از دست بده جای حق را باطل میگیره. و نصارا همینطور گرفتار شرک و خرافات و بدعات بودند. و لحاظه عزیزان من، دنیا نیاز داشت به یک روزنه و 570 سال گذشته بود که از زمان حضرت عیسی علیه السلام تا حضرت رسول صلی الله علیه وسلم که سلسله وحی قطع شده بود و سلسله نبوت هم بعد از رفع عیسی علیه السلام به آسمان ها سلسله نبوت هم قطع بود، داعیه وجود نداشت که دعوت بده به سوی خدا یا عز و جل. و دنیا همه در انتظار خاتم النبیین بود
و همه در انتظار رحمت للعالمین بودند که پیشگویی آن حضرت صلی الله علیه و سلم در کتابای آسمانی هنوز وجود داشت و در انتظار آخری دین خدا بودن، در انتظار نزول آخری کتاب بودن، در انتظار تشکیل و شکلگیری آخری امت بودن و منتظر بودن که ناجی می آید، دایی می آید، مربی می آید، مرشد می آید، ولیکن هنوز خبری نبود. و الله سبحانه و تعالی فضل کرد و نظر لطف شامل حال لجهانیان شد و مردم شد و محمد امین صلی الله علیه و سلم خاتم النبیین، رحمت للعالمین، امام المتقین، امام النبیین، بهترین ولد حضرت آدم، بهترین فرزند آدم و بهترین آدمی زاد الله تعالی خواست متولد بکنه و رحمت للعالمین به دنیا آمد و متولد شد از آمنه، از والده گرامی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و از پدر عبدالله، در فرزندان عبدالمطلب که یک انسان وجیه بود و یک انسانی بود که خیلی برای او در مکه و حتی در اون منطقه حجاز و جزیره العرب شناخته بود و خیلی مردم حرمت قائل شدن، قائل بودن در فامیل قریش و در رشته هاشمی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم که بهترین نسبه و نسب ممتاز بود در میان عرب ها، اللہ تعالی این بهترین انسان متولد کرد و تولد آن حضرت تولد رحمت بود، تولد نور بود و تولد هدایت بود و تولد سعادت بود و تولد علم و معرفت بود و تولد خیر بود برای جهانیان. وقتی آن حضرت متولد شدن، چیزایی که در روایات آمده است و نقل ها آمده اینه که بسیاری از بتخانه ها شکست خوردن، شکستن و بتها فرو رفت و افتادن به زمین و بتخانه ها شکست خوردن و آتشی که فرستش می شد توی ایران، این آتش کدها خاموش شدن، کاخهای ظلم را لرزیدن، کاخهای جباران لرزیدن و روشنایی فرا گرفت، نور فرا گرفت و تحولات را در آسمان دیدن که یک تحولات عجیب و غریبه که مشاهده شد که این یک شب خاصه و یک جلوه خاصه و یک نور خاصه و مردم نمیدانستن که چه خبر هست و این از کجا این حالت به وجود آمده است و این از ولادت رحمت للعالمین محمد امین که یک اتفاق بسیار بزرگ و یک تاریخ بسیار درخشان و یک تاریخ بسیار بی‌نظیر و عظیم بود که این ولادت یک اتفاق قبل در عام فیله، در سالی که یک اتفاق بی‌نظیر و خیلی حیران کننده و خیره کننده اغلهان رخ داد که ابرهه یکی از پادشاهان و حکام بود و بر علیه جنگ خانه کعبه لشکر کشی کرد و فیل برای شکستن این خانه کعبه و برای جنگ با مردم حجاز آماده کرد و از راه افتاد به سمت مکه مکرمه و این به خاطر انتقام آنکه قبله یمانیه یک قبله درست کردن در یمن و در مقابل بیت الله الحرام و مردم مکه رفتن به اون
خانه کعبه اونها توهین کردن ولهذا به جرم این توهین لحظه اینها خواستن که خانه کعبه را منهدم بکنن. گفت شما به کعبه ما توهین کردید ولهذا ما به حساب کعبه شما رسیدگی بکنیم. تاریخ بهرحال این وقتی که نزدیک خانه کعبه رسیدن و عبدالمطلب شترهای منطقه را جمع‌آوری کردن به عنوان غنیمت که بهرحال اینها را غنیمت قرار بدن، اموال مردم ها، مردم اینجا شتر داشتن، گوسفند داشتن، میچریدن توی این منطقه و اینها را همه جمع‌آوری کردن و عبدالمطلب آمد پیش ابرها و خودش را معرفی کرد و گفت که آمده است تا از شما درخواست کنه که شترهای ما را به ما پس بدید و شتر ما اموال ما را آزاد کنید. حاکم یمن او ابرها خیلی تعجب کرد که خیال کرد که آمده که سفارش خانه کعبه را بکنه، آمده که فریاد مردم بکنه که مردم نکشید نجنگید، ما باید قدرت جنگ نداریم، خانه کعبه را ویران نکنید، و یا آمده برای شترهای خودش. و لحاظه گفت که من خیال میکردم که شما آمده اید تا شفاعت کنید، سفارش کنید برای بیت الله، و شما آمدید برای شترهای خودتو سفارش میکنید. تعجب کرد گفت که بله من آمدم برای شترها، آمدم برای خانه کعبه نیامدم، چرا که من رب و مالک این شترها هستم، من برای شتران خودم آمدم، من با خانه کعبه کاری اصلا ندارم، چرا که خانه کعبه رب بداره و خانه کعبه بدانه و رب باش و من رب شترها هستم و صاحب شترم، شما شتران من آزاد کن، شما بدانو خانه کعبه. ولی عبدالمطلب یقین داشت که به هر حال این صاحب خانه، صاحب کعبه ایشون را نمیگذاره اینطور، او از خانهش حفاظت میکنه و بالاخره شترها را او صحبت شترهای خودش را کرد و سفارش شترهای خودش را کرد و تمام بود و برگشت و ابرها بسیار خشمگینه و به تصمیم داره که اگر کسی جلوه هم بیاید بجنگه و در نهایت خانه کعبه را با فیلها پشت فیلا ببنده و تکه تکه کنه خانه کعبه را، سنگ سنگ بکنه و بیاندازه. عبدالمطلب هم اعلام کرد و در مکه مکرمه را خالی کنند، مردم به کوها رفته فنا بردن که این هم می آیند و لحاظه خدا به جنگ این هم میره و خدا انتقام خانه کعبه را می گیره، این خانه کعبه را خراب می کنند و ما نباید اینجا نزدیک باشیم که معلوم نیست چه آفتی بی آید. همین اینن در میان تو این منطقه، منطقه زاهدان و او قسمت ها وقتی که کسی را قسم میدهن قرآن میارن، اما مردم همه فرار میکنن، میگه که قسم میخوره و ممکن این قسم ناحق باشه و همه را ما را قرآن قسم بگیره، از قسم ما میگیم بابا شما فرار نکنید، شما بشینید اینجا، اگر کسی قسم ناحق بخوره بالاخره گیرنده همونی که قسم ناحق، و بعضی اساس مسجد فرار میکنن، توبه توبه میگن که قسمی داره اجرا میشه، و لحاظه اینها همین کارا کردن و ابرها به تصمیم و ارادش مصمم بود و وقتی که نزدیک آمد بالاخره به وادی محصر بازی میگن و او اهل و هوش به هر حال فوجهای از مرغ بلند شدن و اینها آمدند کلی فضا را گرفتن و سایه از ابرها بالا گرفت و یک مرتبه سنگ باران نازل شد و این مرغ ها که هر یک مرغ در پنجه خودش یک یک سنگ داشت و یکی را به نوکش گرفته بود، این سنگ را از بالا ویل کرد و سنگ باران نازل شد تا
تمام اینها سنگ که برخورد میکرد از سر زمین او را نگه میداشت. به فیل ها که برخورد میکردن این فیل ها و این مردم ها تکه تکه کردن این سنگ ها. ادهی زخمی شدن، ادهی کشته شدن و اونا که زخمی شدن چنان زخمی که این دردی داشت که درمان نداشت، چون این ضربه الله بود و زخم الله بود و الله تعالی تباه کرد اینها را و برباد کرد. این اتفاق رخ میده در سالی که رحمت للعالمین محمد امین صلی الله علیه وسلم متولد میشه. این اتفاق یک اتفاق جهانی و یک تاریخ بی نظیر بی مثل و حیران کننده رخ داد و اینها همه کشته شدن، تارمار شدن، به عذاب الله گرفتار شدن و مردم مکه برگشتن از کوها و فرار کردن به دره ها و اینها به خانهشون برگشتن. عظمت خانه کعبه نمایان شد و خانه کعبه درخشید که خانه بر حق این بنای حضرت ابراهیمی، این بزرگترین مرکز عبادت در دنیا و قبله عالم و قبله جهان بلند شد و الله تعالی او را حفاظت کرد و رحمت للعالمین در همین سال متولد میشه. این اتفاق اتفاق اول اتفاق بی نظیره و بعد که خودش نشانگر آنه که طلوع حق و ظهور حق ان قریبه و الله روشنایی میاره و وقتی که آن حضرت متولد میشه آنطور که در نقل ها آمده و روایات و تاریخی و حکایات آمده است، فضا را نور گرفت و فضا را روشنایی گرفت و بتخانه ها لرزیدند و زلزله شدند و بت ها افتادند، آتشکده ها خاموش شدند که عبادت می شدند و کاخ ها و ایوان های ظلم و استبداد تکان خوردند و لرزیدند و زلزله شدند. نشان آنه که عدالت متولد میشه، نشان آنه که آزادی می آید توی دنیا، نشان آنه که نور می آید توی دنیا، روشنایی می آید. این تولد تولد استثنائی توی دنیا که آن حضرت متولد میشه و با تولد آن حضرت صلی الله علیه وسلم در واقع سعادت آمد و سعادت متولد شد و این احسان بزرگ فروردگاره و به هیچ زبانی نگذشتگان توانستن شکر خدا را ادا بکنن و نه ما میتوانیم نه آیندگان میتوانن و این اتفاق بزرگ. و یک اتفاق دیگری عظیم رخ داد و او اینه که 40 سال بعد از ولادت آن حضرت صلی الله علیه وسلم، نزدیک 40 سال بود آن حضرت صلی الله علیه وسلم که خوابهای نورانی بر آن حضرت شروع شد و تقریبا 6 ماه این خوابها را آن حضرت می دید، خواب می دید، روشنایی می دید، خوابهای صادقه، خوابهای راست، خوابهای واضحه یعنی خوابهای روشن و خوابهای صادقه واضحه و صالحه خوابهای نیک آن حضرت می دید و یک تحولات بران حضرت بود که آن حضرت فکرمند بودن، برای جهانیان فکر می کردن، برای مردم مکه و حجاز فکر می کردن که این فروردگار این دنیا در تاریکیه، دنیا گرفتار جهالته، دنیا گرفتار شرک و بت پرستیه، دنیا از بی عدالتی رنج میبره، ظلم و اجحافه، جهالت تو نادانیه. یا رب چه رهایی این ملت ها از این بلا چیه و چگونه این ملت نجات حاصل میکنه. آن حضرت به غارها فنا بردن و در خانه آرام نگرفتن، در مکه آرام نگرفتن، در کنار خانه کعبه و بیت الله آرام نگرفتن، رفتن به غارها و بر سر سنگها نشستن،
شبها نشستن، روزها نشستن و فکرمند بودن حضرت. با مردم انس نمیگیرن، با مردم نمیتوانن حضرت بشینن، و زن و بچه توشه بر میدارن، آب و توشه و به غار رفتن. و ماه یک ماه تمام روایت مسلم میگه که ان حضرت مجاور شدن در کوه حرا و در غار حرا و اونجا عبادت می کردن و فکرمند بودن بر بقایای دین حضرت ابراهیم، چیزی که باقی مانده بود. و با اجتهاد خود نام خدا را می گرفتن و غم برای جهانیان داشتن و فکرمند برای جهانیان بودن. و اتفاقی که پیش آمد، ناگهان فرشته جبرائیل امین در آمد در غار حرا و به شکل یک انسان و گفت که یا محمد اقرا، آی محمد بخون که وقت خواندن آمده. دنیا در انتظار خواندنه، نیاز هست که هدایت خوانده بشه و نیاز هست که به قرائت تو، به خواندن نیازه، خواندن قرآن نیازه. یا محمد اقرا. و آن حضرت حیران شده که چه صحنه ای، من چه بخوانم؟ گفتم من نمیتوانم بخوانم، بلد نیستم چه بخوانم، چه بخوانم، نمیتوانم بخوانم. من در مکتب درس نخواندم، در هیچ جایی از هیچ کسی درس نگرفتم، و لحظه چه بخوانم؟ و او آن حضرت را به سینه گرفت، فشار داد، چنان فشار داد که میگه طاقت و توانایی من به سر رسید، به انتها رسید. من ویل کر، بعد ویل کن نیش، باز میگه یا محمد اقرا، ای محمد بخوان. صلی الله علیه وسلم آن حضرت میگه معنا به قارئه، من نمیتوانم بخوانم و از توانایی خواندن من عاجزم. مجدد میگیره و می فشاره، سه بار فشار دادن و بار سوم که ویل کردن گفتن اقرا بسم ربک الذی خلق، ای محمد صلی الله علیه و آله رسول بخوان به استعانت و مدد نام فروردگار، به کمک و همراهی نام خدا و نام خدایی که تمام مشکلات به نام او آسان میشه و تمام صعبها را و مشکلات الله آسان میکنه. اقرا بسم ربک، اون فشار آن حضرت را که فشار دادن، خدا بدانه چه چیزهای منتقل کردن، او انواره که در سینه فرشته بود و او راه برکاتی که در سینه فرشته بود، اینها منتقل شد به سینه آن حضرت صلی الله علیه وسلم. و فرشته، فرشته نورانی و بهترین فرشته آن حضرت اتصال پیدا کرد. و لحظه چه تحولات در آن حضرت شکل گرفت، شرح صدر پیدا کرد و سینه آن حضرت برای خواندن کشوده شد و آن حضرت از تنگنا بیرون آمدن، او تنگی که جلوتر احساس میکردن، و شروع کردن حضرت به خواندن قرآن. جبرائیل امین تلاوت کرد، اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام اون پروردگاری که همه جهانیان را خلق کرده و وجود بخشیده و هستی بخشیده است. انقدر خدا مهربانه و انقدر خدا عظیم و بزرگه که همه جهانیان به وجود آورد، فرشتگان، جنات و انسان ها را و تمام موجودات را الله تعالی وجود بخشیده. انقدر سخیه، انقدر مهربانه، انقدر بزرگه، انقدر عظمت داره، انقدر بزرگ هست، شما به نام او بخوان. و بالاخره اقرا بسم ربک الذی خلق، امشب این شبها تلاوت میشه این سوره زیبا، بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، او ذاته که انسان از یک قطره آب پیدا کرده، از یک قطره خون پیدا کرده، خون منجمد پیدا کرده، و این قطره، این تکه خون را
بینائی بخشی دے، شنوائی دا دے، بینائی دا دے، گویائی دا دے، آغل دا دے، وہ زیبا تھری صورت انسان پیدا کرتا. اے خدا مہربان ہے، اے خدا صاحب قدرت ہے. خلق الانسان من اقرا وربک الاکرم بقال، کہ فروردگار سخی ہے، فروردگار اکرم میں کریم و اکرم ہاس الذی علم بالقلم، او خدا یہ کہ علم انسان تعلیم دا دے، علم کلم تعلیم دا دے، با علم کلم علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، ان چکے انسان نمی دانشتے بے انسان تعلیم دا دے. ای دانشگاہ دنیا انہا ہما علم الانسان ما لم یعلم، ان چکے بشر می دانے. اگر بشر اختراع کر دے، اگر بشر ہوا پیمان ساختے، اگر بشر رایانہ را اختراع کر دے کمپیوٹرہ، و اگر بشر بے صنعت ہستی رسیدے و ٹیکنالوجی آئے مختلف و پیش رفت رسیدے، تمام انہا تعلیم پروردگار بشر اشتباہ می کنے کہ خیال می کنے کہ خودش ای علم ہارا دارے، نا ای علم ہارا اللہ دا دے، برای کہ اغلا اللہ دا دے، قلب اللہ دا دے، وہی اللہ کے در دل بشر الہام بھی کنے، القا بھی کنے کہ کنوں بشر چھ نیاز دار جامع بشر ری، و این وقت اختراع این ہاس، ای ابتکارات ہمار جانب اللہ، اختراع جانب اللہ، این ہما علوم و معارف دینی جانب فروردگار. علم الانسان ما لم علم بالقلم، و اللہ اشارہ کردے کہ وقت آمدے کہ قلم ہا بکار بھی افتن، دریائی علوم و معارف از بالا زیر عرش الہی جریان پیدا کر دے، وحی جریان پیدا کر دے، واخنون قلم ہا بکار بھی افتن و بین ویسے علوم وان حضرتین آیات رسمی. ای اتفاق عجیب، اتفاق بسیار بزرگ کہ وحی نازل میشے، و این وحی تولد جدید انسان ہے، ولادت ان حضرت، ولادت بشریت، ولادت نور و ہدایت و برقراری سلسلہ وحی، اتصال زمین با عرش الہی و بلو محفوظ. این در ماہ رمضان در شب قدر کے ان وحی نازل میشے، اس طرح نظر آمین نازل نہ ہو فی لیلت القدر، در شب قدر ہم از زیر عرش و از لوح محفوظ قرآن میاد به آسمان دنیا، و از اونجا آغازش بر قلب پاکان حضرت نازل میشه، و قرآن در غار حرا آما، در جبل نور آما. ولہذا عزیزان بان، ای تولد جدید کہ حاصل میشے برای دنیا، تحول بزرگ شکل میگیرے، و سومی ای تحول، سومی تحول عظیم کہ دنیا را تکان دا و دنیا را روشن کرد، ہجرت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال در مکہ دعوت دادن، و وقتی که ہجرت کردن بعض پناہندہ به غار شدن، چون رہا رہا ما نبی توانستن که به مدینہ بروان، و باید تدبیر می کردن، و تدبیر من بود که برن توی غار مخفی بشن تا اینا تلاشایشون رو بکنن، غافل گیر کنن اینها، از مکه خارج بشن. این بار آن حضرت رفت و توی غار ثور قرار گرفت، کوه مرتفع دیگر بالاترین ارتفاع مکه، غار ثور، کوه ثور، و آن حضرت اونجا رفت، و اونجا ایشون و صدیق اکبر قرار گرفت، سیدنا علی را به جای خود قرار دادن که بخوابه اینجا که دشمن خیال نکنه که رفته آن حضرت، و امانت های آن حضرت را ادا بکنه، ماموریت را انجام، و صدیق اکبر رضی اللہ تو با خود برداشت. آنجا رفتن و سه روز و سه شب آنجا بودن،
و خدا بدانه که در آنجا چه نقشه ای در دل آن حضرت بود، چه برنامه ریزی بود برای دین اسلام. و این هجرت بزرگترین تحول در دنیا، بزرگترین روشنایی توی دنیا، بزرگترین فیروزی دین اسلام در هجرت آن حضرت شکل گرفت. آن حضرت هجرت کردن به مدینه منور، چه سختی ها در رای الله تحمل کرد و چه مشکلات بود. تمام کسانی که مشرف به اسلام می شدن، اینطوری مسلمان که من و شما نبودن عزیزان من، اینها دیگه اولیای خدا بودن، اینها انقدر شیفته آن حضرت و عاشق حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و عاشق پروردگار و عاشق دین اسلام بودن که دو حساب ندارد. هجرت که صورت گرفت، آن حضرت اب تشریف برد، صحابه هم بسیار زن و بچه ایشون در مکه با ثروت و دارایی ایشون در مکه. یک هجرت یک صحابیه عجیب و غریب بود که وقتی که از مکه فرار کرد و هجرت کرد، تعقیبش کرد، محاصره کردن که او را بگیرد. گفت که شما میدونید که من تیرانداز هستم و چنان تیراندازم که زمین تیر من به زمین نمی افته، تیر من به هدف می خوره، تا آخری تیر با شما می جنگم و تیرم که تمام بشه شمشیر علیه شما می کشم. من بگذارید من برم مالم را به شما آدرس می دم، مال خودم را، می مال داشت، مالا را آدرس، بری مالای من بردار. اینه توافق کرده که با این درگیر میشیم، این میزنه ما را، نقصان میرسانه به ما. گفت خوبه، آدرس مالها را داد و اونها برگشتن که مالای او را بگیرم و هجرت کن. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، نفسش را میپروشه و رضایت پروردگار برد در مقابل رضایت پروردگار. او همین بود مالش را داد و جانش را برای رضامندی الله خرید. و اینها چه سختی هجرت کرد و این صحابی که هجرت کرد، روزانه زنش بچه ها را بر می داشت و به دروازه مکه می آمدن گریه می کرد. این زنها نمی توانست هجرت کنن، راه را بلد نبودن، توانایی نداشتن، بچه ها گریه می کردن که پدرانشون رفتن که دین اسلام نصرت کنن، پیامبر اعظم نصرت کنن، در کنار حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار بگیرد. چه سختی ها کشید و قرآن تلاوت کنید، چه زیبا ترسیم کرده که الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين لا يهتدون الذين لا يستطيعون ولا يهتدون سبيلا، قدرت ندارن خودشون که بالاخره برن و راه بلد نیستن که برون. و لحظه اینها اونجا توی مکه اسیر بودن، چه قربانیه، چه فضایه و چه حالات. من یادم میاد که وقتی در صلح حدیبیه، به هر حال همه قبائل عرب به کمک مردم مکه آمدن که در مقابل آن حضرت بیستن، که آن حضرت میخواست خانه کعبه را طواف کنه و اینها گفتن ما حضرت نمی گذاری و می جنگی با آن حضرت، برای جنگ آمده بودن. و یکی آمد خدمت آن حضرت و بالاخره دست به آن حضرت صحبت مذاکره کرده با آن حضرت، دست به ریش آن حضرت انداخت، یک صحابی بالای سر آن حضرت ایستاده بود، زد به دست او، گفت دست از ریش مبارک آن حضرت دور کن. نگاه کرد و گفت که به او حرف زد، گفت که تو فلان جرم و جنایت را کردی و بالاخره من از تو دفاع کردم. او جرم او در جاهلیت انجام داده بود. بلکه گفت دست از ریش مبارک آن، عادت عرب بود که کسی را میخواستن که قبول بکنه دست به ریشش را میانداختن. و او گفت به حضرت رسول که ای رسول الله،
sallallahu aleyhi ve sellem. İyi hemen mardum. İna her yeke el yek kabile ve yek mantıgan. Ahlaten az mardum. Eğer tu be kavmet be cengi ve mufiruz bisi ve inha rabbu kuşi چی کسی تا حالا قوم خودش را قتل عام کردی و کشته است و اگر تو به جنگی و شکست بخوری همه اینا فرار میکنن تو را تنها میگذارن حضرت ابو بکر اون روز حرف سنگین تندی گفت بله او یک کلمه ای که من اینجا یادش نمی کنم ولی یک پوش به بتهای اونها داد گفت که ما فرار میکنیم و رسول الله را تنها میگذارید کور خاندی منظور هر بود با اینجا کسی که فرار بکنه بید این بات که رفت اونجا که مردم مکه را کانه بکنه گو ای مردم مکه گفت که این پیغمبر من رفتم من به دربار پادشاه ایران رفتم روم دیدم پادشاهان نجاشی را دیدم و سوگند یاد کرد که چنان محبتی که این مسلمانان این پیروان حضرت محمد با ایشون دارن هیچ پادشاهی ملتش محبت ندارد این وقت وضو میگیره آب وضوی او تقسیم نمیشه به این که آبش را میگیره آب وضو را در دست دیگری که آبش نمیرسه میگه به دست او دست میمانه با این با این پیامبر مبارزه نمیشه با این مقابله نمیشه گوه مردم مکه من خیرخواه شما با این سر کنید هیچ راه غیر سل نیست و این هم آماز حاضر برای سل آماده برای سل و شما با این سل نجنگید که با این جنگ خیلی مشکله سخت و آخر مردم مکه حاضر شده برای مسلم صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه چه جماعتی تیار شده بود چه زنانه چه مردانه چه جوانانه مردم عزیز به خدا قسم صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین یک ملت بی نظیر بود و همون تعبیری که گاهی حضرت علامه مولانا عبدالعزیز ملا زاده رحمه الله می فرمودن که زیر آسمان و بالای زمین فرمودن که مانند صحابه بعد از پیامبران نبود و خیلی از بزرگان این تعبیر هم کردن صحابه یک سروران گرامی چگونه ملتی بود چه انسانهایی بودن و اینها در خدمت آن حضرت بودن اینها دو صفت بزرگ داشتن یک صفت این که بلا استثناء دستورات خدا را عمل می کردن صحابه نافرمانی نمی کردن و سیره آن حضرت و سنت آن حضرت و تمام دستورات قرآن بلا استثناء و تمام احکام الهی را پابند بودن دین عمل می کردن و پایبند دین بودن و تا آنجا اینها گوش به فرمان آن حضرت بودن که توی بدر وقتی که صحابه آمدن یک جمع 313 نفری در مقابل 1000 که با قصد جنگ هم نیامدن برای اینکه کاروان ابو سفیان که این میخواست بره مکه خیلی کاروان بزرگی بود و مردم یک بخشش از منافع این کاروان میخواست که به جنگ علیه مسلمانان مصرف بشه خواستن جلو او را بگیرن و اینها خبر دادن ابو جهل را و ابو جهل لشکر کشید به بدر به جنگ آمد جنگ بدون آمادگی بود و جنگ نابرابر بود و لحظه اونا 1000 نفر مسلح این 13 نفر با چوب و با سلاح بسیار معدوده و اینجا وقتی که آن حضرت مشورت کرد صحابه که چگونه چکار میکنند آن حضرت نگران بود و صحابه اون روز که سخنرانی کردن سبحان الله تو این کیا واقعا تو تاریخ دنیا این صحبت ها دیده نمیشه صحبت های صحابه با تلاح نمیشه که گفته یا رسول الله شما
خیال نکنید که فکر نکنید که ما کوتاهی میکنیم. اگر شما دستور بدید ما به دریا خود را بیاندازیم، و اگر شما دستور بدید تا فلان منطقه دور ما پیشروی میکنیم و ما آماده منتظر دستور مهاجرین و مخصوص انصار که اکثر جمعیت مال انصار بود، شهدا بیشتر بر مال انصار و شهدا اسلام بیشتر مال انصار، جمعیتشون بیشتر بود. لحظه چه حرفای زیبا گفت، و الله تعالی از اونها راضی باشه و بهترین رحمت را بر سر اونها نازل بکنه. و اونها وقتی جنگیدن سروران گرامی نشان دادن که مردم مکه لشکر مکه را شکست دادن، 70 نفر کشته شد، 70 نفر دیگه اسیر شدن. ابو جهل فرمانده لشکر سردار مکه کشته شد و خیلی از سران کشته شده و مسلمانان فیروز شده. و لحظه این صحابه کرام رضوان الله تعالی، اطاعت صحابه، فرمان برداری صحابه، سروران گرامی یه زبان زده اصلا صحابه وقتی که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم داره صحبت میکنه میخواه صحابه بشینی، کسی بیرون از مسجده توی کوچه خارج از مسجده، آن حضرت مردم داخل مسجد، عبدالله بن مسعودی اونجا می نشینه بزنی. برای این که آن حضرت گفته بشینید، گفت برای من مناسب نیست که من بیستم یا راه برم، و این فرمان آن حضرت به گوش او رسید، اون نشست. چنا این افعای بند بودا و این ها صحابه کرام رضوان الله تعالی. به هر حال این سه تا اتفاق که پیش آمد، ولادت آن حضرت و تاریخ نزول وحی و سومی هجرت آن حضرت، وقت زبان سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عنه تاریخ اسلام صحبت کردن که تاریخ اسلام روی چه بگذارن، ولادت آن حضرت و تاریخ حضرت عیسی میلاد و ولادت حضرت عیسی، بعضی گفتن ولادت تا بگذاریم، بعضی گفتن نواهی را بگذاریم، و اتفاق بیشتر برای شکن هجرت، هجرت در دنیا تحول آورد، هجرت در دنیا فیروزی بزرگ شد و دنیا را متحول کرد و مسلمانان رفتن جدا شدن، یک جا شدن، قوتی تبدیل شدن به قوت، قوتی که تمام دنیا بعدی تاریخ روی همین هجرت گذاشته. امروز تاریخ ما تاریخ ولادت نیست، تاریخ وفات هم نیست، بعضی گفت وفات هم بگذاریم، تاریخ وحی هم نیست، بلکه تاریخ هجرت هست. و عزیزان من، این تحولاتی که در دنیا شکل گرفت، وقتی که نور الله روشن شد تمام دنیا آقا تبلیغات را افتاد، جزیره العرب، قبائل عربا گفتن که اینا در مسلمان ظهور میکنن و اینها بت پرستی تمام میشه، هوا پرستی تمام میشه، نفس پرستی تمام میشه، و اینها دارن منکرات تمام میشه، و که هواهای نفسانیه و معروفات داره میه، اینها دینشون داره فیروز میشه. و لحظه قبیله قبیله برای جنگ وان حضرت آماده شده که بجنگن تا این نیر خدا را خاموش کنه. یهودیا توطئه کردن برای خاموش کردن نور خدا، و با نصارا هرقل پادشاه یکی از امپراتوری های بسیار بزرگ دنیا او زمانه، همونطور که امروز هم قدرت های بزرگ دنیا هستند. روم قدرتی بود و ایران قدرت عظیمی بودند، ایرانی ها از این طرف لشکر کشی کردند و در فکر شدند که محامله بشه با اسلام، که اسلام نگذاری، این نور خدا باید خاموش بشه و بالاخره این نور فراگیر نشه، روشنایی فراگیر نشه، و تبلیغات بسیار گسترده و سرانداختن. اما الله تعالى مفهم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافر. الله النور بفاي تكميل ميرسانه وتمام ميكونه
و آیه بعدش آنی که الله رسولش را فرستاده تا اینکه حق را الله فیروز بکنه لیظهره هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله تا این حق الله دین بر حق بر تمام باطل غلبه عنایت کنه و بر همه ادیان دنیا فیروز بگردانه قلب حاصل بکنه. سبحان الله، چه روزهای زیبایی بودن، چه روزهای روزهای درخشنده بودن و اینها آبا و اجداد من و شما هن. این تاریخ اصل ماهیه، این سروران گرامی اصل ماست که ما باید به این تاریخ برگردیم. ولهذا چه تحولات دوی دنیا شکل گرفت، چه جنگهای بر مسلمانان تحمیل شد از احد و احزاب و دیگر جنگهای قبایل عرب و دیگر ایران و روم، همه اینها را تحریک کردن که آقا جلوی مسلمان را بگیرید، جلوی ظهور اسلام را بگیرید، غلبه میکنه در دنیا. و چه روزهایی بودن و چه فیروزی الله تعالی به مسلمان عنایت کرد. مسلمانان زن و مرد پیر و جوان حاضر بودن که الله را با تمام وجود بندگی کنن و دین خدا را نصرت کنن، دین خدا را یاری بکنن، دین در دنیا منتشر بکنن، حامی دین بشن. و امروز شما ببینید که ما به چه شرایطی رسیدیم. مسلمانان امروز گرفتار ضعف عملند، مسلمانان گناهای سنگین انجام میدن، احکام ارکان دین امروز از دست در خانه مسلمان و در زندگی مسلمان ها ترک شده است. و لحاظه از اون اعتقاد توحید گرفته، معاد و رسالت گرفته که تضعیف شده این اعتقاد و ضعیف شده مسلمان ها ایمانشون، مسلمان از لحاظ عمل کرد چه اندازه گرفتار و ضعف. بسیار مصیبت بزرگی، فاجعه عظیم در جهان اسلام. امروز کاهل نمازی، امروز سروران گرامی ترک نماز، که مسلمان نامش مسلمانه، شناس نامش مسلمانه، آبا و اجداد مسلمانه، بلاد اسلامی نماز ترک کردم، روزه را توی شهر ما رفتیم و همین بالاخره نمیگم این شهر کجایه. من پرسیدم که اینجا روزه چیه، چگونه است ماه رمضان؟ گفته اینجا چیزی که خبری نیست روزه. توی شهرهای اسلامی همه شهرهای مسلمان نشینن، بسیار از شما برید از اذان خبری نیست، از نماز خبری نیست، در حالی که نماز پایه دینه و رکن دینه، خیلی ضعیفه و نماز گزاران بسیار قلیل. و لحظه شعائر دین نا تعطیل کردن و نماز تعطیل کردن، اذان نیست. و عزیزان من، این چه مصیبت بزرگی که جهان اسلام گرفتار است. زکات تعطیل شده و زکات نمیدن. من ای مردم عزیز سراوان، مردم دین دوست و مردم مهمان نواز، بنده دغدغه دارم امروز که توی سراوان همه مردم زکات میدن، توی زاهدان همه مردم زکات بدم، دغدغه من اطمینان ندارم. معتقدم که هستن کسانی که زکات میدن، اما بخش بزرگ زکات نمیدن. اگر زکات همین مردم خارج بشه، زکات اموال تجاری، زکات پول، زکات اموال تجاری و زکات زراعت ها خارج بشه و پرداخت بشه، خیلی مساکین کمتر میشن، خیلی فقرا کمتر میشن، این مدارس دینی به نحو احسن اداره میشن، مشکلات ندارن اگر زکات ادا بشه. اما زکات یا نمیدن ادهه و ادهه دیگر کامل نمیدن، و اونا که کامل بدن شاید اونها جمعیتشون خیلی کم باشه. این مصیبت عظیمی. همه کسانی که زکات نمیدن عزیزان من، یعنی یک رکن دینا،
یک پایه دینا از دست اونها تعطیله و کسانی که کاهل نمازی میکنن رکن و پایه دیگر دین که با ایمان چسبیده و متصل تعطیله اینها مصیبت جهان اسلام اینها همه تبعات دارن در دنیا تبعات دارن این کرونا و قحط نتیجه ندادن زکات چنانچه در روایات آمده است که وقت زکات داده نشه الله تعالی با قحط ملت روبرو میکنه نه قحط باران تنها بلکه تحریم هم قحط و سنگینتر از حتی قحط باران و به هر حال این تحریم خیلی ملت ایران واقعا مشکل آورده و بحران اقتصادی به وجود آورده و ملت خیلی پریشانه و تحت فشار از رنج به سر میبره از بیکاری و از فقر و به هر حال ما امیدواریم که مسئولان امر و همه کسانی که دستشون میرسه چاره اندیشی کنن برای مردم چاره اندیشی بیشتر و تدبیر کنن مسئولان نظام به هر حال این اما یک سببشون همین ندادن زکات و کاهل نمازیه و نافرمانی هاست بسیار تر در همه ماه رمضان علا ای حال که روزه میگیرند و عده زیادی هست که روزه را میخورند و حرمت برای رمضان قائل نیستند مسلمانان در حال که غیر مسلمانان در بسیار ملاد روزه میگیرند با مسلمانان و برای ماه رمضان احترام قائلند مسلمان قائل نیست بسیاری جا چای خانه یه و بسیاری جا کافه بازن و در همه ماه رمضان مردم رفتند و انجا غذا می خورند بازه الله تعالی نجات امروز این منکرات و معاصی انقد موج می زنه اعتیاد و این اعتیاد بالاتری تهدیده و بزرگتری خطری برای جامعه بسیاری جا زنان را دامنگیر زنان شده و زنان را گرفتار کرده و بسیار انسان جوان غیر جوان که استعداد دارن شایستگی دارن و وقتی که گرفتار اعتیاد می شون تمام شایستگی اونا برباد میشه و اراده را این اعتیاد می گیره و این چه بلای بزرگی است اینا همه مؤاخذه الهی هست اینا همین گناه ها هستن که سبب اعتیاد می شن همین ترک نماز همین کوتاهی و همین دوری از الله و پیروی شیطان و نفس الله من شما را میگم گاهی حیران میشم این سبحان الله ملتی که قرآن عظیم و شان داره این ماشاءالله این تلاوت زیبای قرآن این نماز زیبا این ذکر زیبای الله تعالی ملتی که قرآن داره و ملتی که دین آخری دین سماوی داره و چنان سرمایه عظیم داره حیف ملت که ابن زایع بشه ابن ناکامی روبرو بشه این معتاد بشه و توی خراب ها بیفته این معتاد بشه و بس دین جدا بشه و این ملت با ناکامی روبرو بشه این بره مشروب الخلی بخوره و به چیزهای دیگر که مخدرات که نشه آور هستن بره به این آر رو بیاوره این قرآن بخانه و تمام غم دلش را و تمام استراب و استرسش را بر قرآن دور کنه با نماز دور کنه با ارتباط با الله دور کنه افسوسه عزیزان من امروز چقدر منکراته سرقت هست نام نیه و مشکلات و قتل های فامیلی هست و چقدر خون ریزیه چقدر مردم به آسانی امروز کشته میشه و چقدر انسان ها زندان یا فراری که مردم نه حق کشتن و چه مشکلات های امروز دامنگیر جهان اسلام دامنگیر ماها شده است و دامنگیر مسلمان هنه چقدر اختلافه چقدر نفرت در دل هاست و چقدر جامعه از یک دیگر به هم باشیده سل رحمی ضربه خورده خیشاوندی ضربه خورده
برادران و خواهران بسیاری از یک دیگه متنفرند، پدر و فرزند با یک دیگه ناراضند و حتی توی علما ماشاءالله اینجا علما هم دلن، ولی خیلی جاهای یافته میشه از علما که از یک دیگه هم فرار میکنن، دوری میکنن. این نتیجه سربلند بروی نتیجه چیه؟ که مردم که با مردم انس میگیرن، محبتی که بین صحابه کرام بود که قرآن تذکره کرده که والذی الف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین ولكن الله الف بین. الله الفت عجیبی در میان صحابه که در میدان معرکه و جنگ ایثار میکرد، هر کسی میخواست کشته بشه و کنارش رفیقش زنده بمانه، و اگر آبی میدادند در تشنگان، روایت آمده که کسی میخواست جان بده آب خواست، آب که آوردن دیگری صدا زد گفت بری به او بدید، اونجا که رفتن دیگری صدا زد گفت آب به او بدید، اونجا رفتن او وفات کرده بود، به دوم برگشتن وفات، اول هم وفات کرده بود، هیچ کدوم آب ننوشیدن و جان داد از تشنگی و زخم. این ایثار کجا؟ گاهی یک پل کل پاچه یه همسایه گوسفندی کشته، کل پاچه اشرا به همسایه داده دور زده چندی خانه بعد به همون کسی که گوسفند کشته برگشته است. و اینقدر ایثار، اینقدر همدردی، این نتیجه اسلام واقعیه، این نتیجه دین وحدت، انسجام و اتحاد، یک دلی، هم پارچگی، هم گرایی. امروز از جامعه جدا شده است، خیر از جامعه رفته عزیزان، برکت از جامعه رفته است. چرا که خدا نافرمانی میشه، چرا که شریعت اسلام نافرمانی میشه، مردم از مسجد بریدن، مسجد خیلی مردم کم میآید، محله افراد محله نمی، یک جای گفتن کسی گفته بود پیش نمازه که مسجد من تعطیل، حالا گفته چرا تعطیل؟ کسی پرسیده بود گفت که پیرمردان که می آمد هم وفات کرده، فرزندان اینا به مسجد نمی آید، من مانده من ملا پیش نماز و مسجد دیگه، این مسجد کسی نمی آید. خیلی جب مساجد خالی شدن صبح و ویلای و مصیبت هاست، صبح که برید تا امام تنهایه، امام چشمش بسیار جب دروازه ایه که ها مقتدیه بیاد که من نماز شروع کنم. این محله خیلی آدم 300 نفر 400 نفر 1000 2000 بعضی مسجد محله دارن به نماز نمیاد، اما ارتباط، قطع ارتباط با مسجد یعنی قطع ارتباط با الله تعالی، چرا که مسجد خانه خدایه، این خانه هیچ کس نیست، اینجا شهر سراوان همه خانه دارن و خدا خانه داره، این مساجد خانه خدا. و وقتی که کسی به مسجد نمی آید یعنی از خدا بریده، یعنی از خدا جدا شده، دیگه این محبت با الله نداره. اگر محبت ما با الله داشته باشیم، محبت با خانه‌اش داریم، این تعارف میکنه که ما میگیم الله جانه و ما برای الله قربانه، جان ما قربانه، مال ما قربانه، بابا تو نه مال جانت را قربان نکن، امی زکات اموالت را بده، اگر مال تو قربان صداقت داری زکاتت را دقیق حساب بکن بده، و اگر تو صداقت داری جانت را قربان نکن، برو مسجد خانه خدا، اونجا مهمان خدا باش، اونجا نماز بخون در صف نماز گذاران، در جماعت بیست و نماز بخون، روز جمعه کجایی تو؟ برو نماز بخون مسجد، و اونجا مهمان اللهی، رحمت خدا، درود خدا، مغفرت پروردگار بر نماز گذاران نازل میشه. نماز تو یک نماز 27 میشه، 50 میشه، 500 در بعض مساجد، مساجد جامع ثواب میرسه، و چرا به مسجد نمیری؟ چرا از مسجد قهری؟
اگر تو از امام ناراضی دیگه مسجد ها و تو ناراضی ناراضیت بمونه به جای خود، ولی نماز بخون پشت سر امام بخون، امامی که ناراضی هم برو نماز بخون. عزیزان من امروز مساجد از لحاظ ساخت و ساز الحمدلله زیبا شدن، ولی زیبایی اصلی مسجد به نماز گذاره و الان یک مصیبت بزرگه، یک پریشانی بزرگه، غیبت عام شده، دروغ عامه، تهمت عامه، فضای مجازی به وجود آمدن و در فضای مجازی چند از اخلاق امروز مسلمانان متاسفانه در مسائل اخلاقی ضعف شد، چند از صداقت نیست، امانت داری نیست، اینها سرمایه عظیمن، از صداقت، امانت داری، دیانت. عزیزان من چی چیزی بالاتر هست؟ مسلمان، مسلمان کلاه می گذاره، مسلمان قسم دروغ می خوره، مسلمان حرف دروغ می زنه، مسلمان چه کارهایی که مسلمان نمی کنه، چه گناهایی که توی جامعه نیست، زنا و فساد عام شده، بی عفتی، حیا ضربه خورده، بسیار جا عفت ضربه خورده و دشمنان با این وسایل و ابزار، اینترنت که در اختیار هماست و این موبایلات که در همه دارن، زنان و مردان و دختران و پسران دارن، چقدر تلاش میکنن که بی حیایی را نشد کنن، بی عفتی را رشد بدن، هواها را نفس تحریک میکنن و هواهای نفسانی را باغ سبز نشان میدن و سبب تباهی میشن، سبب بربادی میشن. نجات جامعه در حیای، نجات جامعه در عفت، نجات جامعه در اطاعت از خدا و رسول، در عمل بسیرت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، سیره زیبایان حضرت به خدای او، خدای که بالا سر من و شما قرار گرفته و امید است که امشب نظر لطف از شامل حال من و شما انتظار دارید، به او خدا سوگند که جان همه من و شما در دست اوست، شما هیچ چیزی زیباتر، هیچ سیره، هیچ رفتار از سیره آن حضرت بهتر نمیتوانید توی دنیا پیدا بکنید. این سیره رحمت للعالمین، چه سیره درخشانه، از این احکام نورانی اسلام شما توی دنیا نمیتوانید احکام چنان، شریعت چنان پیدا بکنه. آنچه که الله حرام قرار داده همه به نفع مایه، همه برای ما نجات مایه و سعادت ماست، محرمات و منهیات همه به نفع آن که منو شما ترک کنیم. و امروز چقدر گناه انجام میگیره، چقدر بیفروایی، مسلمان دروغ میگه و خنده میکنه، خیال میکنه که هیچ چیز نشده، بابا این دروغ لعنت بر چهره نازل میشه، الله من و شما رو نجات. تهمتی و غیبت و افترایی و قسم دروغین و اینها فراوان شده، کاهل نمازی و سستی در نماز و اینها کار. عزیزان من چیزی که دغدغه ایجاد کرده برای علمای تو و دغدغه ایجاد کرده برای طالب ضعیف مثل این بنده ناچیز، دغدغه دارم مردم عزیز سراوان، مادران و خواهران، سروران و برادران، دغدغه دارم و نگرانم که قبر من و شما چه میشه و مرگ من و شما چگونه میشه و آخرت من و شما چه میشه، خدا را چه جواب بده، که میتوانه جواب الله را بده؟ این همه خون ریزی، این همه نافرمانی، این همه غفلت، این همه تکبر، این همه غرور بیجا، این همه بخل، این همه حب جاه و حب مال و حرص و ای همه خرابی های درون و قلب و برون و خرابی های بیرون که انجام میگیره. گناه موج میزنه، غفلت موج میزنه، طاعت هست اما کم. عزیزان
دغدغه دارم برای شما عزیزان که شما من و شما گرفتاری قبر عذاب قبر نشد. جواب خدا را چنید انسان ضعیفه بیچاره انسان وقتی بپرگه یالله میره نجات دهنده غیر از خدا نداره. خدا را که ناراض کرده چکار بکنه؟ پناهگاه غیر از پناه خدا نیست. حرف مردم عزیزم شما گوش نمی کنید میشنوید ولی میگه و یک بالاخره کسی آمد و بالاخره واضح کرد و رفت. نه سروران گرامی فکر کنید این ماه رمضان الله میاره برای ساختن جان من و شما، برای تزکیه من و تو، برای اصلاح من و شما. یک ماه الله تا خوراک خوردن هم تعطیل کردید، گناه هم تعطیل کردید، حالا ممکنه گناه انجام دادید، خدا نجات بده. به هر حال یک ماه گناه تعطیله که 11 ماه دیگه نزدیک گناه نرید. این بالاترین سرمایه که حاصل روز از تقوای و این روز برای آن روز که من تو تقوا حاصل کنی. تقوا یعنی پرهیزگاری، یعنی خوف خدا. در طول 11 ماه، در طول عمر من و شما تقوا باید. اگر تقوا حاصل من و شما نشه یعنی روزه من و تو بی حاصل بوده و روزه من و تو حاصل نداشته و ندیچه نداشته، مثل که زراعت بکنه و کسی محصول بر نداره. محصول تقوایه، محصول شما حاصل روزهتون این پرهیزگاریه. این سرمایه به دست شما افتاده، شما داره سرمایه بزرگ. چقدر ظلم و چقدر نابرابری و چقدر اجحاف توی جامعه موجوده، طبقات مختلف جامعه. ولهذا این همه گرفتاریه. و روحین عزیزان من و شما توی جلسه امشب با ما باید فکر کنیم و من و شما امشب باید توبه بکنیم. توبه چقدر حقوق الله را ضایع کردیم، آبروی مردم بردیم، دل مردم شکستیم، حق مردم خوردیم، حق زنان، حق مردان. و حقوق زن چه اندازه سنگینه، حقوق مرد چه اندازه سنگینه، همسران بر یک دیگر، حق پدر و مادر چقدر سنگینه. چقدر پدرانم که دلشون شکسته و دل پر از غم دارن چرا که به فرزندان اطاعت نمی کنن. البته چقدر فرزندان سعادت من در بار که مطیع مادر و پدران، راحت می رسانن، احسان می کنن به مادر و پدر و خدمت می کنن. چقدر ابو و اما، خال و خاله و برادران و خواهرانن و نزدیکانن که برای شما به حقوقونا رسیدگی نمی کنن. با من ارز کردم که خیشاوندی ضربه خورده از متوسط، متاسفانه پدران محبت داشتند و امروز فرزنده محبت نمی کنند. ولی حاضر این همه مشکلات توی جامعه امشب مهمه که من و شما به هر حال تصمیمی بگیرید، اراده بکنیم. شما اراده کنید الله شما رو نصرت میکنه، الله یاری میکنه، تحول شکل میگیره. و عزیزان من مساجد پر میشن اما یه عزم ملی میخواد. اعتیاد به پایان میرسه، سرقت به پایان میرسه، نامنی به پایان میرسه، وحدت و همدلی ایجاد میشه اما عزم ملی میخواد. و یک عزم ملی دیگر نیاز داریم به تحصیلات علوم دینی، علوم شرعی، علوم اسلامی و آموزش قرآن، تعلیم قرآن و دانشگاه ها و مدارس آموزش و پرورش. این شهر سراوان یک شهر فرهنگیه، شهر علمیه. و وقتی که ما یاد میکنیم که اینجا چه علمای تشریف داشتن، چه انسانای لایقه بوده، واقعا محبت سراوان به دل می آید و اهل سراوان
اینجا جای حضرت عبدالواحد گشتی رحمت الله علیه مولانا عبدالواحد، اینجا جای حضرت مولانا ساداتی رحمه الله، جای مولانا سادات رحمه الله. این شهر حضرت مولانا حسین پور شیخ الحدیث ہے. این شهر عزیزان من همین علماء همین اساتیز گشت که چه اساتیز فریخته، زاهدان هم اساتیز برجسته را از دست داد و همین مدارس اینجا مدرس بودن. اینجا شهر که مولانا غلام رسول بارک زهیر، مولانا صوفی دوست محمد، مولانا مراد محمد، مولانا دهکان، مولانا خالد و بسیاری از این علما که من بالاخره پیر شدم و حافظم فراموش کردی، خیر همه این علماء این دیار چه شخصیت بوده، چه علماء زیبایی در شهر سراوان، بعد اطراف که بالاخره شهرستان حالا شهرستان مستقل شدن و اینجا چه انسان های فرد، چه مردان، چه ریش سفیدان و معتمدین، چه تحصیل کردگان و انسان باسواد، چه زنان شیر زن و چه شیر مردان توی منطقه بودن که الان نیستن و یادی اون همه بخیر و الله بهترین رحمت ها را بر اینها نازل بکنه و امشب درجات به همه پرهیختگان و عموم قبرستان دعا می کنیم که الله رحمت نازل بکنه. لحظه اینجا حیف است که علم ضربه بخوره. مدارس ما گزارش داریم که همین شاگردان مدارس کم شدن بسیاره، شاگردان قرآن محدود شدن، کمتر شدن، دانشگاه هم همینطور، مدارس آموزش پرورش همینطور. لہذا باید ما همت بگذاریم و عزم ملی باشه، یعنی عزم زنان و مردان بریم که علم تقویت حاصل بکنه، حمایت کنیم از تحصیل، حمایت کنیم از علم و دانش و حمایت کنیم از تحصیلات دینی و تحصیلات روز علوم عصریه. و جا داری که من اینجا مطرح کنم از خواسته های مردم سراوان که یک دورترین نقطه از مرکز کشور قرار داره و در قسمت شهر واقع، از همه اول مردم سراوان کسی گفت که افطار نکنند، یعنی غروب اینجا متحقق میشه، اینجا ما زودتر رویت میشه که انشاءالله ما فردا شب، نه پس فردا شب، یعنی غروب یک شنبه، امیدواریم که عید در همه جهان اسلام بشه و انشاءالله ما بلند شما خواهید داشت. و بهرحال سراوان بیشتر ما را رویت میکنه، لازم اینجا را باید تقویت کنم با علم و دانشگاه اینجا که فعلا یک براخره مجتمع علمی تبدیل میشه، یک دانشگاه قوی و این وظیفه مسئولانه و وظیفه دولت هست که هر دولتی باشه بزرگترین رسالت و وظیفهش تقویت علم، علم شرعی و علم دینی و علم روز را باید تقویت. آموزش در هیچ ملت از آموزش چیزی بالاتر نیست، همه این ملت ها و پیشرفت و ترقیشون بر اساس و پایه دانش و علم و تعلیم، و لحاظه تعلیم حرف اول میزنه، علم مهمه. فرزندان تو نگذاری ترک تحصیل کنن و فرزندان ببرستی تا علم کسب کنن. شما مادران و خواهران که بیشترین سهم را در تحصیل فرزندان شما دارید و فرزندان در دامان مادران علم کسب می کنند و خانه مادر، خانه پدر اولی دانشگاه و اولی مدرسه دینی و روز هست. لذا اهمیت قائل بشید که فرزندان شما قرآن یاد بگیرند، دین یاد بگیرند،
و فرزندان شما برن دانشگاه درس بخونن و علم حمایت کنید. شما شهر دیگه بلوچستان هم و توی ایران ضربه خورده، تحصیل کرونا ضربه زده است، ولی ما باید برگردیم و ضربه های کرونا را باید جبران بکنیم. و یک ضربهش به مساجد بوده، حج تعطیل کردیم و امسال ایش الحج برگزار میشه و دعا کنیم که سفیران این منطقه برم به حج برسن انشاءالله. این همه ماهر الله تعالی انشاءالله نصیب بکنه که به حج بریم. عزیزان من، دغدغه مهم ما یکی در رابطه با تعلیمه، دغدغه بزرگ در رابطه با فاصله از مساجده. مساجد محل نورن، محل هدایتن، محل رحمتن، در رابطه با نمازه، در رابطه با زکاته، در رابطه با احکام شرعیه و دغدغه های ما در رابطه با منکرات و گناه که انجام میگیری و به طور کلی دغدغه ما در رابطه با دینه که رابطه با دین ضعیفه، یعنی رابطه با خدا ضعیفه. کسی که از دین فراری، از خدا فراریه، از حضرت رسول فراریه، از بهشت فراریه. اللہ تعالی من و شما را طالب رضایت خود و طالب محبت حضرت رسول، بدون اتباع رحمت للعالم، تابداری محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم، به خدا نمی رسید. اگر می خواهید که به خدا برسید، دامان آن حضرت محکم گیری بگیری. اگر می خواهید به خدا برسید، رسمان خدا که قرآن محکمش بگیری، دین خدا را محکم بگیری. و دیانت حیاتی و مهم و این سعادت برکات اللہ می آید، بارندگی می آید، رزق حلال می آید، اختلاف برداشت می شه، محبت و همدلی و همبستگی به دین حاصل می شه. و این برکات که امروز در روزی، در پول ما متاسفانه، پول ملی ما امروز به ارزش شده است و انشاءالله ارزش پیدا می کنه، برکات می آید توی کل زندگی شما و رزق روزی شما، به شرطی که امشب توبه کنید، اراده مصمم باشید که رابطه تون را بالله مستحکم می کنید، دعایتون امشب قبول به بارگاه الله. اگر توبه صادقانه باشه و عزم اراده باشه که همه دست به هم بدیم. عزیزان من یک نکته خدمت شما عرض می کنم، مهم نکته، تا شما در سطح مردمی و ملی تصمیم نگیرید برای عوض کردن سرنوشت، از دست علما هم نمیشه. امشب شما 70 خورده فارغ التحصیل داشت، از دست اینا کار ساخته نیست، از دست جماعت تبلیغی کار ساخته نیست، همه تلاش میکنن. اما زمان موفق میشیم که شما همه مردم، زن و مرد، پیر و جوان، با به سمت دین بیایید و دین خدا را نصرت کنید و کنار دین بیستید و مردم را دلالت کنید به خیر، به نماز، به روزه، من کنید از گناه و به سوی کار خیر وادار بکنید. تا شما توی صحنه، مثلا مردم میگه علما مسئولند، هم میگن که علما بدانند و دین تبلیغی ها بدانند و دین، از دستی هر دو گروه من شما را اطمینان میدن که کار عظیم ساخته شده نیست. وقتی شما اراده ملی باشه، عزم ملی باشه، عزم زنان و عزم مادران و عزم دختران و خواهران و عزم شما مردم عزیز همه باشه، و لحاظه من و شما موفق میشیم که جامعه مونه بسازیم، گناه ها و منکرات و معاصی و مفاسد رهایی حاصل کنه جامعه. و این حیاتی و مهمه، ما نیاز داریم به عزم شما و اراده شما. عزم شما باشه که اعتیاد نباید باشه، اراده شما باشه که سرقت نباید توی جامعه باشه، قتل نباید باشه. جوانان، فرزندان من و شما،
و این جوانه باید عزت ما، باید سربلندی ما، ما دعا میکنیم برای این جوانان. ولی او جوانانی که توی دره ها توی خرابه ها هستن، باید سرفکندگی ما، سر ما پایین می. او زنان و دختران مسلمان که به عفت ارزش قائلن و زیبایی حیا را اختیار کردن، و او زنانی که شونات اسلامی را رعایت می کنن، مایه سربلندی امان، مایه عزت امان. و او کسانی که برای این مسائل ارزش قائل نباشن، مایه افتن، مایه سرفکندگی ما هستن، مردان باشه یا زنان. ولی حضر عزیزان، همه امشب در این شب 28 همه توبه می کنیم، و توبه زبانی را اللہ نمی فضیره، توبه از قلب باشه و به گذشته پشیمان میشیم، به تکثیراتمون کوتاییمون اعتراف می کنیم. و عزیزان من، اراده می کنیم و همت می کنیم که دین خدا را بحکم من بنده به همه فرهنگیان و دانشگاهیان توصیه دارم، و البته بسیاری دانشگاهیان متدین الحمدلله ما میبینیم خیلی آدمان فرهیخته داریم و نمازگزار و صالح، ولی به عموم دانشگاهیان و دانشجویان توصیه منی که دین خدا را محکم بگیر. به خدا قسم دانشگاهیان عزیز، شما دنیا را بگردید چیزی بهتر از دین پیدا نمی کنید، رهبر بهتر از محمد رسول الله پیدا نمی کنید، و روش و سیره بهتر از سیره آن حضرت پیدا نمی کنید. شما دانشگاهیان دستبندی می کنیم، اما بلوچی یه لفظ بنید، ما شما دیما دستبندی کنن. دانشگاهیان عزیز که شما به مساجد بیایید، ما انتظارمون اینه که نماز شب دانشگاهیان ما بخونم، قرآن تلاوت کنم، با قرآن نزدیک باشن. این حرف بنده نه تنها برای آل سراوان اینجا، من میبینم دانشگاهی خیلی خوبن، ولی من برای همه بلوچستان، برای استانمون، برای کشورمون این نصیحته، این ندای بنده، این حرف بنده برای همه هست، همه دانشگاهیان. دانشگاهیان عزیز، والله قسم به خدا که هیچ نعمت، هیچ داشته اون چیزی که ما داریم جای دین نمیگیره. شما برید همه دنیا را به دست به شما بدن، سرد کنن دنیا را به شما بدن، به من و شما بدن، ما جای دین نمیگیره، عوض دین نمیشه. شما عوض دین نمیتونی پیدا بکنی، عوض قرآن نمیتونی پیدا بکنی، عوض محمد رسول الله را نداری، عوض خدا را شما جهانیان هیچ جایی نمیتونن پیدا بکنن. خدا را محکم بگیرید، محمد رسول الله را محکم بگیرید، دینتون را محکم بگیرید. دانشگاهیان عزیز، مردم عزیز، همه شما در کنار دین باشی که الله فرموده یا ایوها الذین آمنوا کونوا انصار الله. ای بندگان من، الله میگه شما ناصران دین من باشی، خدا از شما نصرت خواسته و به نصرت شما هیچ احتیاج نداره. این آزمایش و امتحان میگه من نصرت کنید، یعنی دین من نصرت کنید، و الله که خواسته. آیا کدوم عقل، کدوم منطق میگه که خدا بخواهد چیزی و ما او را به خدا ندیم؟ ما باید در کنار دین باشیم، در کنار قرآنی، در کنار اسلامی، در کنار محمد رسول الله باشیم و نصرت کنیم، دین یاری کنیم. الله نمیخواهد، رضامندی الله نیست که این بندگان به جهنم برن، خدا خوشنود نیست که مردم در عذاب قبر گرفتار بشن. اما اینجا قانون موجوده، و قانون اینه که به هر حال این دین باید مردم نصرت کنن، فرشته نه،
الله کمک میکنه اگر شما همت کنید الله شما را کمک میکنه الله میخواد ثواب هدایت مردم را شما ببرید ثواب اصلاح جامعه را شما ببرید ثواب نجات جامعه را شما ببرید و این ثواب به شما برسه این نظام خدایی و خدا همین نظام را گردانیده و کار همه پروردگار حکیمانه است حکمت در همینه که شما تلاش بکنین جماعت های تبلیغی الله اینا را خیر بده چقدر تلاش میکنن اما اینا تنها این علماء ماشاءالله چقدر تلاش میکنن نام میبرده عزیزی را که یک شب سه تا مسجد رفته درس هم داده و رفته به همین ختمای علماء شرکت میکنن آقا چه کاری از دستی علماء ساختن این مردم لشکر خدایی این لشکر خدا شمایی لشکر خدایی زنان هم مادران هم خانواده اگر همت شما باشه ایشالله مدد الله میاد رحمت الله میاد ما در دنیا فیروزیم در آخرت هم فیروزیم و اللہ تعالی منو شما را توفیق نایت کنه و موفق بداره و من عرائزم را به همین جا تمام بکنم و به هر حال چند جمله انشاءالله دعای می کنیم و نیایش همه عزیزان اگر رو به قبله بشینن انشاءالله دعا اقرب الى الاجابت ما احساس می کنیم و خوش بینیم که رحمت امشب نازل میشه اینجا تمام امیدواری از پروردگار ما که درای رحمتش را امشب بر ما باز بکنه چرا که همه از هر جایی هر کسی آمده به همی امید آمده الله دل را میبینه الله میدانه که من شما اینجا این جمعیت برای چی آمده است الله میدانه و ما محتاجیم و نیاز مندیم به رحمت پروردگار اگر الله کمک نکنه و مدد نکنه ما هیچی نیستی و زمان کار انجام میگیری که پروردگار ما عنایتش شامل حال ما باشه و رحمتش شامل حال ما باشه الحمدلله رب العالمین و العاقبت للمتقین والسلام على رسوله خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم لا إله إلا الله واحدا أحدا صمدا فردا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورزاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أي فروردگارا و یا رب با چه کلماتی و با چه جمله و تعبیری تو را ثنا بگیم تو را تعریف کنیم یا رب عاجزیم از تعبیری و ثنایی که یا الله تو و ما خوشنود باشی و ما حق ادا بکنیم ما نتوانیم ما نتوانیم او ثنای و تعریف و مجد که حق
حق تو ادا بشه، حق تعریف ادا بکنیم. یا الله ما عاجزیم، انبیاء اظهار عجز کردن و مفتن لا نحسی سلاء علی انت کما اثنیت بلا. ان حضرت فرمودن که نبی تو نے بشماره او سنایه که تو خودت بر خود شمردی و تو خودت او سناها را ذکر کردی. ای خدای عظیم که همه موجودات تو را ذکر می کنند و از تسبیحات تو لذت می برند و تو را یاد می کنند و به تو فناهندان. ای فروردگاره که تمام موجودات نیایش می کنند و درماندگی و عاجزی می کنند. ای خدای عظیم بر انسانی که تو عقل دادی و درک و فهم دادی، ای الله انسان باید در مقابلت ما در مقابلت باید چند از عاجزی بکنیم. یا رب ای فروردگارا درخواست داریم از ذات یگانه تو که از این مجلس ما و از این محفل ما بهترین درود و سلام و رحمت و برکات را به آقای ما، به مربی ما، به مرشد اعظم ما، به اون کسی که از همه احسانش بر ما بیشتره، سبب این خیر شده، سبب رحمت شده، سبب حیات مایه. ای فروردگارا به رحمت للعالمین بهترین درود و سلام را به اندازه مخلوقاتت، عدد مخلوقات، به اندازه وزن عرش عظیم که بالاترین وزن داره، یا رب به رحمت للعالمین برسان درودهای ما. یا الله همین لحظه درخواست داریم که این درودهای ما را سوغات ما، یا الله به رحمت للعالمین برسان. یا رب به همه صحابه کرام و مخصوص خلفای راشدین، مخصوصا اهل بیت آن حضرت صلی الله علیه و سلم و تمام انبیاء و اولیاء رحمت نازل بفرما، ارادت مندان آن حضرت را، اونایی که آمدند، اونایی که تازه می آمدند، رحمت بر سرشون نازل کن. ای پروردگار یا رب امشب همه این بندگان تو، همه غلام تو، همه ما غلام توییم و غلام زادهای تو و کنیز تو اند و کنیز زادگان تو، همه این بندگانت به اراده آمدند، به امید آمدند، به طمع رحمت، به طمع عفو و مغفرت آمدن، همه نیازمند و همه محتاج و چشم رای رحمت و چشم زارای مغفرت، چشم رای نظر لطف تو و کرم توییم، همه محتاج کرم توییم، همه تو را میخواهم، همه از تو انتظار دارن. یا رب درهای وسیع رحمتت را باز کن و عفو و کرم و مغفرتت را شامل حال ما و نصیب ما. یا رب، یا رب دری غیر از درب تو نیست، تو اگر امشب اینجا مورد افکار نگیریم،
دیگر کجای رب العالمین؟ یا رب کرم کن و درهای رحمتت را باز کن، در عفو و مغفرت را بر ما باز کن و ما را بیامرز و ببخش از تقصیرات ما نگذر. یا رب دل ها سخت شده، غفلت را دل ها را فرمان، دل ها سخت شده، یا الله چشمان خشک شده، یا رب رحمتی بر ما نازل بکن که دلای ما نرم بشد و رقت قلب پیدا بکنیم و دل مالا مال از نور ایمان و نور هدایت و سرشار از محبتت و سرشار از محبت خلیلت و حبیبت و سرشار از محبت دین بشه. یا رب چقدر کریمی، بنازیم به کرمت، بنازیم به رحمت، بنازیم به مهربانیت، به فضلت. چه خدای زیبا، چه پروردگار کریم، چه خدای مهربانی داریم. دل من به مهربانی تو گرم هست و دل ما به رحمت تو امیدوار هست. مرا ناامید از رحمتت نگردان، مرا به دعات شکی نگردان، مرا به دعا ناامید. یا رب امید آوردی به برگاهت، یا رب هدایت آبی برای خود و این مردم. یا الله تک تک این مردمان، تک تک این مردم این جامعه و کل این مردم، یا الله هدایت، یا الله هدایت، یا الله برگردن بشوی خدا، یا الله تمام گناهگاران و تمام کسانی که فرار کردن از تو، یا الله توبه نصیب کن و برگردن، یا الله جامعه مرا هدایت بده، جامعه زنان و جامعه جوانان و طیفه‌های مختلف هدایت بده، دانشگاهیان و فرهنگیان و علما و معتقدین و ریشسفیدان و مسئولان هدایت بده، مأموران هدایت بده، همه کسانی که امشب اینجا خدمت کردند و خدمت می کنند، از انتظامی و امنیتی و نظامی گرفته تا انتظامات، و همه این مردم امشب رحمت نازل فرمایا. یا رب، یا رب اسلام و دین در زندگی ما احیا کن، قرآن در زندگی ما احیا کن، و سیره و سنت آن حضرت را در زندگی ما احیا کن. دستگیری من کن، فریاد رسی بند نوازی، بند نوازی. یا رب، یا رب رحمت امشب که تمام این بزرگانی که نامشون گرفته شد یا نشد، تمام قبرستان های ما را غریق رحمت کن امشب، مرده و زنده را زیر رحمت بگیر، امت مسلمه را برگردان، امت دچار ضعف ایمان و ضعف دین شده است و دچار تفرقه و اختلاف و تشتت و ناکامی مسلمانان روبروان. یا رب رخ مسلمان ها را، چهره قلب و قالب مسلمان ها را، همه ما را بسوی خود برگردان، مسلمان بگردان و مؤمن واقعی بگردان و مؤمن برگردان بسوی خدا. یا رب، یا رب جهانیان،
همه الله با مشکلات مواجه. چه جنگ ها و آوارگی مسلمان و غیر مسلمان، از بلادشون آواره و درب بدری و کرونا و میکرول و الوقات و زلزله و آفات جهان فرا گرفته، همه عذاب ها نتیجه نافرمانی است. یا رب به کل اهل جهان رحم کن و اینها را در این شب ها و ایام هدایت نصیب بکن. اونایی که هدایتشون مقدر نیست، مهر جباریت به دلشون خورده و استعداد هدایت ندارن، تو خود بدانی که با اونها چه کار کنی و ما بدعا نمی کنی. و یا رب درخواست داریم بکیر هدایت بده، فهم و عقل به بشر بده، درک به بشر بده که تو را درک کنه و فدای قربان تو باشه که همه چیز تو دادی. یا رب به ما و جهانی عقل بده، درک بده که بفهمیم و مسلمان ها. یا الله رحمت ویژه نازل کن و هدایت. یا الله آوارگان دنیا را به بلادشون برگرد. یا الله قحط و خشکسالی و کساد اله العالمین بازار و تجارت و زراعت و همه زندگی مردم را برطرف بفرما و در مال مردم برکت عنایت فرما، در جان و در همه چیز برکات اطرابی شهر زمین این منطقه مرزی. یا الله رحمت اطرا نازل کن و مرزهای ما را امن بگردن اله العالمین، امنیت بیارد و دیدهای همه را وسیع بگردن که به مردم و حقوق مردم رسیدگی کنن و خواسته های به حق و قانونی مردم ملت برآورده کنن. یا رب به سرمایه داران ما، به تجار و کسبه ما، به اعمال داران ما توفیق بده که به فقرا، مساکین، زندانی و خانواده زندانی و به نیازمندان رسیدگی کنن و در امور سخت و ساز مساجد، حوزه های علمیه، مدارس آموزش و پرورش رسیدگی بکنم. و هنجا توصیه می کنم خدمت همه شما که به مدارس دینیتون رسیدگی کنید، مدارس سراوانان، مدارس استان، هر مدرسه که بهتر کار می کنه حمایت کنید.